سلام، وقتتون بخیر. با آموزش فاینل کات پرو ایکس ورژن 10.2.1 من در خدمتتون هستم. یکی دیگه از مجموعه های آموزشی شرکت رادان. و اگر شما آموزش قبلی ما رو ندیدید، ورژن 10.4 رو، هیچ مشکلی نداره. این آموزش از ابتدا خواهد بود و آپدیت قبلی نیست، به خاطر همین پیش نیاز نداره اصطلاحا. این آموزش دو تا بخش داره. بخش اولش که یه مقدار ساده‌تر هست، در مورد خود نرم افزار فاینل کات پرو ایکس، اینی که چجوری شما تصاویر رو واردش بکنید، استانداردها چی هست، استفاده از نرم افزار پلورال آیز یا سینک اند لینک، هر دو تاش یه کار رو انجام میده که شما رو کاملا از مسئله سینک بی‌نیاز می‌کنن اینا و فوق العاده نرم افزار خوبی هستن. استراکچر خود فاینل کات پرو ایکس چجوری خواهد بود و اینی که با چه منطقی کار می‌کنه. حالا شما فرض کنید تصاویرتون آوردین، میخواین بازبینیشون کنین، میخواین اونا رو سازماندهیشون بکنین، چجوری میتونین کار رو انجام بدین، چطوری میشه تدوین کرد، ابزاراتون چیا هست، تدوینتون تموم شده، حالا میخواین افکت اضافه کنین، فیلتر اضافه کنین، اصلاح رنگ انجام بدید و تایتل یا کپشن اضافه بکنین، همه اینها رو با هم بررسی خواهیم کرد و در نهایت خروجی گرفتن. قسمت اول ما خیلی ساده و خلاصه مفید و راحت خواهد بود، یعنی در واقع بخش اول آموزش ما خیلی شسته رفته ساده است. اما قسمت دوم که اسمش استاندارد هالیوود هستش. اما چرا استاندارد هالیوود؟ یه فیلمی بالاخره کار شد با فاینل کات پرو ایکس به اسم فوکوس که کاملا تمام پست پروداکشنش با فاینل کات پرو ایکس کار شد. یه سری اول بحث و بررسی بود توی شرکت وارنر که کار بکنیم نکنیم، حالا هر چیزی، بالاخره راضی شدن که این کار انجام بدن و من تو جریان انجامش بودم. یعنی من توی خود این پروژه به هیچ وجه مشارکت نکردم، اصلا نمیتونم بگم که توی این پروژه بودم، ولی کامل تو جریان ریز اتفاقاتش بودم. اینی که مثلا شما فرض کنین پلاگینایی که استفاده شد چیا بود، یا سخت افزاری که استفاده شد چیا بود. اگرم شما الان بیاین توی خود سایت اپل، این خود سایت فاینل کات، قسمت این اکشن یکا، اولین چیزی که اینجا باشه دقیقا همین فیلم هست، توضیح خود اپل در مورد این فیلم هستش و کاری که روی این فیلم انجام شده بود. باز این سفر هم میتونین شما وب پیج رو میتونین ببینین و حالا توضیحاتی که توی سایت اپل هستش، ولی خب من قاعدتا سعی میکنم خیلی خیلی با جزئیات بیشتری چیزی که اینجا دیدم رو خدمت شما منتقل بکنم. اولین نکته این که وارنر با وجودی که اول خیلی مقاومت کرد روی این موضوع، حداقل 2 میلیون دلار صرفه‌جویی کرد فقط به خاطر استفاده از فاینل کات و تازه میتونستن خیلی بیشتر هم صرفه‌جویی بکنن. حالا خودشون یه سری استرالا داشتن روی یه سری استانداردا که خب باعث شد هزینش بالاتر بره. سخت افزاری که باش کار شده رو قطعا خواهید دید. شاید چیزی که شما رو سورپرایز بکنه اینه که شاید سورپرایز نکنه، احتمالاً همین لپتاپی که شما الان دارین و دارین مجموعه روش می‌بینید یا آیمکی که دارین کاملا جوابگو تدوین یه فیلم هالیوودی خواهد بود. اصلا فکر نکنین اینجا از سخت افزارهای عجیب غریب استفاده میشه یا مثلا چیز خیلی خاصی هستش. همین چیزی که شما دارین قاعدتا باید بتونه از پس این کار بر بیاد. این پروتکل کامل کاری هستش که انجام شده. دوربین، نرم افزار کیو تیک یا همون کویک تیک و ویدیو ویلیج، جایی که مونیتورهای خیلی زیادی هستش، احتمالا شما دیدین یه سری کارگردان اینا میشینن با هم میبینن، اون چیزی که ویدیو ویلیج بهش گفته میشه، این آریرا کودکس که روش تصاویر ثبت میشد، یا مثلا ساند دیوایسزی که صدا باهاش ریکورد میشد، و این آتپوستی که مال شرکت لایت آیرن بود و لیلی پد هم باز همینطور. من کامل تمام اینا رو خدمتتون توضیح میدم تو بخش دوم که چی هست و اصلا همه اینا چه کار کردی داره و چه استفادهایی ازش شد. خب برگردیم سر این قسمت. ما همونطور که شما اینجا میبینید قسمت اولمون ایمپورت راجب استانداردی که توی هالیوود داره کار میشه باش راجبش صحبت میکنیم، یعنی که اینجا چجوری تصاویر رو مدیریت میکنن، چجوری طبقه بندی میشه، رولزی که توی فاینل کات وجود داره به چه دردی میخوره، چه استفادهی ازش میشه کرد اگه احیانا خواستین شما ایمیج سیکونس ایمپورت بکنید تو فاینل کات، راجب کودک ها، اینی که استاندارد ها چه چیزهایی، مثلا فرض کن شما را چه تفاوتی با پرورز داره، چرا از پرورز استفاده میشه، راجب همه اینا صحبت میکنیم. تکنیک هایی که توی تدوین استفاده میشه، باز
میگم تکنیک که اینجا خب خیلی ازش استفاده شد، و قسمت ریتاچینگ، فیلترهایی که اضافه بر سازمان احتمال داره شما نیاز داشته باشین و نصب بکنید. تفاوتی که این قسمت داره اینه که توی بخش اول ما فیلترهایی میبینیم که توی فانرکات هست، توی بخش دوم فیلترهایی که توی فانرکات به صورت پیش‌فرض نیست و شما باید نصب بکنید. اینی که احیانا اگر شما نیاز داشته باشید که این بخش دوم رو ببینید، قاعدتا بعد اون پلاگین ها رو نصب بکنید. در مورد کالر کورکشن صحبت میکنیم و پلاگین های دیگه ای که برای کالر کورکشن وجود داره، و یه احتمالا قسمت کوچیکی هم راجع به داوینچی خواهیم داشت. ما به صورت سنتی قبلا یه آموزش کامل در مورد کالر اپل داشتیم، از اونجا که اپل کاملا کالر رو دیسکانتینیو کرده و الان خود اپل داوینچی رو در واقع توصیه میکنه، راجع به داوینچی هم یه صحبت کوچیک خواهیم کرد که چجوری شما تصاویرتون رو توی داوینچی چجوری میتونید کار بکنید و چجوری میتونید برگردید دوباره توی فاینال کات، و استانداردهای اسلر رنگ توی هالیوود، اینی که اینجا چجوری کار میشه و حالا با سر فیلم فوکوس چه کارهایی انجام شد، و در نهایت اکسپورت کردن. اگه شما بخواید خروجی بگیرید برای سینما، اگه بخواد برای دی ال تی باشه یا بخواد برای پرینت نگاتیو باشه، و اکسپورت های دیگه که برای مجموعه حرفه‌ای تر هستش. در نهایت من امیدوارم این مجموعه بتونه نظر شما جلب بکنه، و امیدوارم چیزهایی که من اینجا دیدم و حالا تا یه حدی تونستم یاد بگیرم بتونم توی این مجموعه به شما منتقل بکنم. ازتون ممنونم، روز خوبی داشته باشید، و با فانکات 10 2 1 در خدمتتون خواهم بود.